بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما محصلین گرامی. در جلسه 46 از آناتومی سمستر 5 هستیم با یک بخش جدیدی از آناتومی سمستر 5 که جوف دهان می باشه. جلسه قبلی جوف انف یا بینیر مطالعه کردیم. در این جلسه یک مبحث جدیدی به نام جوف دهان یا اورال کاویتی شروع میکنیم که در این جلسه جوف دهان و چوکات اسکلتی از این ببینیم. عناوینی که ما در این جلسه مطالعه میکنیم، ابتدا جوف دهان یا اورال کاویتی. اگر بعض مواقع به لاتین کاویوم اورس هم ببینیم همین معنی میده، یا به عربی جوف فم میگم. خب جوف دهان قسمت شروع جهاز هاضمه یا جهاز هضمیه، قسمت شروع جهاز هاضمه، همچنین برای فعل تنفس هم استفاده میشه و در تولید و تغییر شکل دادن صدا هم رول داره. پایین تر از جوف انف یا بینی قرار داره. این قسمت جوف انف یا بینی بود، در تحت از این جوف دهان یا اورال کاویتی قرار داره. جوف دهان دارای یک دهانه ورودی که توسط لبها مسدود میشه، باز و بسته میشه، یک دهانه خلفی به نام اوروفارنجیال اسموس، یک دهانه ورودی به نام اورال فیشر که توسط لبها باز و بسته میشه، یک دهانه خروجی یا دهانه خلفی به نام اوروفارنجیال اسموس که توسط سافت پلت و زبان ای هم باز و بسته میشه. یعنی هر دو فوه قابلیت باز و بسته شدن دارن. و همچنین جدارهای جنبی که رخسارها باشه که توسط عضله یا جدارهای عضلی می باشه، یک سقف داره و یک زمینی. قسمت سقف از یک هسته از دو بخش ساخته شده، قسمت سخت یا هارد پلت و قسمت نرم یا سافت پلت. زمین از این توسط انساج رخوه ساخته شده. یک عضله به نام زبان هم در زمین قرار داره. خب این عمومیات، راجع به عمومیات ما جوف دهان میگیم. بعد در داخل جوف دهان دو قوس دندانی داریم یا دنتال آرک داریم، یک قوس دندانی پایینی یا لاور دنتال آرک، یک بالایی یا اپر دنتال آرک، که این دندان ها یا قوس دندانی در الویولر بون یا در یک استخوان سوراخ شده در این قرص شدن، که پایینی در استخوان ماندیبل و بالایی در استخوان مگزیلا قرص شده. همچنین وقتی دو قوس دندانی روی همدیگر قرار میگیرن و به هم وصل میشن، باعث میشه که جوف دهان یا اورال کاویتی به دو نیه تقسیم شه. نیه قدامتر از قوس دندانی که بین لبها، رخسار و دندانهای که به نام اورال ویستیبول یا قسمت دهلیز یاد میکنن، و قسمت خلف دندانها یا داخل دندانها، قسمتی که پشت دندان ها قرار میگیره که به نام اورال کاویتی پروپر میگم، به نام اورال کاویتی پروپر یاد میکنن. خب ما در قسمت وظایف دهان، جوف دهان وظایف عمده زیادی داره، از جمله سه وظیفه که عمده تره، یکی از شروع جهاز هاضمه و هضم غذا حتی در اینجا شروع میشه با قدوات و لعاب دهان که تولید میشه، هضم غذا در اینجا شروع میشه. حتی وظیفه دیگه در قسمت تنفس، چون تا نیه بلعوم که هست هم برای عبور غذا و هم برای عبور هوا به صورت مشترک استفاده میشه، همین خاطر در فعل تنفس هم نقش داره و رول بازی میکنه، بالخصوص وقتی که جوف انف به دلایل که ما ادینوید و دیگه دلایل که هسته مسدود شده باشه، جوف دهان وظیفه انفرام اجرا میکنه. خب
یک دیگه در قسمت صوت توسط حنجره تولید میشه، ولی تغییر شکل و اصلاح از به شکل صحبت کردن به شکلی که فهمیده شه، گپ زدن بی صورت توسط جوف دهان میشه. در قسمت اعصاب جوف دهان اعصاب زیادی نقش دارن که ما در بخشی و باز به صورت مشرع میخونیم. زوج پنجم یا تراجیمینال شاخه ویدو مگزیلر از و شاخه ویسی مندیبولر از این نقش در تصیب قسمت جوف دهان نقش دارن، و همچنین عصب فاشیال یا زوج هفتم و عصب واک زوج دهم، عصب سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک که توسط زوج هفت و زوج پنج و زوج ده آورده میشه، اینها هم در همین قسمت تصیب جوف دهان رول عمده دارن که ما اینا فقط نام بردیم به بدن. اینا رو به صورت مشرع میخونیم که کدام اعصاب به چی شکل نقش بدی میکنن. خب ما در قسمت چوکات استخوانی خود جوف دهان میبینیم 6 تا استخوان که 3 به صورت جفت و 3 به صورت جوره در تشکیل جوف دهان و یا عناصری که به جوف دهان ارتباط دارند به بین ای و زام نقش بدی میکنند مطالعه میکنیم. 6 تا استخوان هم که یا مستقیم جوف دهان تشکیل کردن یا با عناصر جوف دهان ارتباط دارن. از جمله 6 تا استخوان، 3 تا از اینا جفت و 3 از اینا تاق میباشه. استخوان های جفت یک استخوان مگزیلایه که یک مگزیلا سمت راست و سمت چپ داره، استخوان پلاتینه که همچنین جوره راست و چپ داره، و استخوان تمپوراله که راست و چپ داره جوره هم. استخوان های تاق از جمله استخوان اسفنویدال، یه استخوان که تاقه، استخوان مندیبل یک استخوانه که تاقه، و همچنین استخوان هیوید یه هم استخوان های تاق می باشن. ما یه استخوان ها را کدومه به صورت خلاصه قسمتی که در جوف دهن نقش دارن می بینیم. یعنی وقتی ما استخوان مگزیلار مطالعه می کنیم، در این قسمت کل استخوان مگزیلار مطالعه نمی کنیم، اما قسمتی که در قسمت جوف دهان نقش داره همو ساهر می بینیم. خب استخوان مگزیلا از دو صفحه راست و چپ ساخته شده، قسمت خورت پلاتر می سازه، یعنی قسمت کام و سختر می سازه. هر صفحه از این به نام پلاتین پروسس آف مگزیلا یاد می کنن. صفحه راست و صفحه چپ توسط یک سچور یک درزی با هم وصل می شم، انتر مگزیلری سچور می گم. دندانه ها در روی الویولر پروسس مگزیلا قرص شدن. در قسمت قدام سقف دهان که مگزیلا ساخته در خلف دندان های اینسیسیو یا اینسیسور فرق نمی کنه، در خلف از اینا یک حفره که به نام اینسیسیو فوسا یاد می کنن که از داخل از این حفره یک کانال باز شده به زمین جوف بینی که به نام اینسیسیو فوسا یاد می کنن. خوب خود صفحات یا پلاتین پروسس های مگزیلا سقف جوف دهان ساخته، طوری که دو سوم هارت پلات ما این قسمت سختر به نام هارت پلات میگیم، و یک انساج رخوی که در این قسمت آویزان هم بود به نام سافت پلات میگیم، طوری که در این تصویر میبینیم این قسمت هارت پلات و این قسمت هم سافت پلات. خب سافت پلات هم باز امروز شما مطالعه میکنیم. این صفحات پلاتین پروسس از هارت پلات که اگه ما به سه حصه تقسیم کنیم، دو حصه دو سومه، یعنی در سه حصه دو حصه خود مگزیلا ساخته، صفحات مگزیلا ساخته، یک سوم دگر پلاتین ساخته، استخوان پلاتین. بعد دومین استخوانی که در جوف دهان به صورت جفت قرار داره و سقف دهان ساخته استخوان پلاتینه، پلاتین بون. این استخوان پلاتین بون هم شکل کلن اگه نصف کنیم، نصف یک پلاتینه، نصف یک پلاتین دیگه، این نصف شکل حرف ال داره، این بزوی ال و یه خود ال شکل حرف ال داره، طوری که از دو قسمت ساخته شده، یک صفحه که به نام هوریزونتال پلات یاد میشه، هوریزونتال یعنی افقی، یک صفحه افقی به نام هوریزونتال پلات و یک
بازوی به نام پایرومیدال، پایرومیدال پروسس یا بارزه اهرامی شکل. خب خود جای محلی که دو صفحه هوریزونتال پلات با هم وصل میشن، یک استخوان خورمانند تشکیل شده که به نام پوستریور نزل اسپاین یاد میشه، پوستریور نزل اسپاین یاد میشه. خود همین اسپاین و همین کنار خلفی هوریزونتال پلات پلاتین باعث شده که استخوان بیشتر عضلات در این قسمت، عضلات سافت پلات در این قسمت بیشتر با هم در این قسمت ارتکاز میکنن، محل ارتکاز عضلات، محل ارتکاز خود سافت پلات و عضلات میباشه. خوب بعد ما در همین قسمت خود استخوان پلاتین دو تا سوراخ داریم، یک سوراخ کلانتر و یک سوراخ کوچکتر، دو تا فورامین، فورامین یا سوراخ کلان گریتر پلاتین فورامین و سوراخ کوچک لیزر پلاتین فورامین داریم. از گریتر، از این سوراخ ها امتداد از اینا یک کانالیه به نام خود از اینا به نام گریتر پلاتین کانال، لیزر پلاتین کانال، ادامه و کانالیه باز شده. از داخل از این فورامین ها و کانال ها از این اویه و اعصابی به نام خود از اینایه، یعنی به نام گریتر پلاتین نرو و آرتری و به نام لیزر پلاتین نرو و آرتری از داخل از اینا عبور کرده. این کانال کلان که هست به قسمت پتریگو پلاتین فوسا ارتباط داره، به پتریگو پلاتین فوسا که ما در بخش فوساهای کنار وحشی قف اینو مطالعه کردیم، این ربط پیدا میکنه به پتریگو پلاتین فوسا و این کانال کوچک به نیه سافت پلات به این قسمت ارتباط برقرار میکنه. بعد خود پایرامیدال پروسس ما ادامه نگاه میکنیم، آماده در وسط دو صفحه پتریگوید پروسس قرار گرفته. پتریگوید پروسس از استخوان اسفنوید یک بارزه که دو صفحه داره، صفحه اونسی و صفحه وحشی. این پایرامیدال پروسس آماده در بین همه دو صفحه اونسی وحشی قرار گرفته. در قسمت استخوان پلاتین ما دیگه نقش در قسمت جوفنن نداره، فقط همی سوراخ های بود و یک اسپاین دش و دو تا بارزه های دشتم. خب بعد ما در قسمت استخوان اسفنوید نگاه میکنیم. در قسمت استخوان اسفنوید دو ساختمان از این نقش عمده در جوف دهان دارن، دو ساختمان از این، یکی همی پتریگوید پروسس های پتریگوید پروسس و یکی یک اسپاین داره، اسپاین آف اسفنوید، یک بارزه خارمانندی داره، اسپاین آف اسفنوید. این دو قسمت نقش عمده در ارتباط با جوف دهان و سافت پلات نقش بده میکنن، طوری که در قسمت پتریگوید پروسس هزی در میدل پلات هزی به نام میدل پلات آف پتریگوید پروسس ای صفحه در قدام از ای صفحه یا در سوفلی و قدام از ای یک بارزه چنگک مانندیه یا شکل چنگک داره به نام پتریگوید همولوس یاد میکنن. پتریگوید همولوس در کنار سوفلی همی صفحه اونسی قرار داره. ای پتریگوید همولوس یا ای چنگک دو نقش عمده در همین قسمت بازی میکنه، یکی وظیفه پولی یا رافیر داره برای وتر عضله تنسور ویلی پلاتین، یکی از عضلات سافت پلات به نام تنسور ویلی پلاتین وتریو به شکل یک گوتک از دور ازی عبور میکنه، مثل یک رافیه عمل میکنه برای ازو. و وظیفه دیگه او بین همی همولوس چنگک و استخوان مندیبل یا فک سوفلی یک لگامنتی به نام پتریگو مندیبولر رف ارتکاز میکنه، یک لگامنت یک سر رو به این همولوس وصله و یک طرف دیگه او به روی استخوان مندیبل وصله یا مندیبولا وصله. خوبی نقش همولوس بودک و خود قسمت اسپوین که هسته، در قسمت اسپوینه، اسپوین خودیو در کنار سفلی گریت وینگ یعنی بال کلان، این گریت وینگ یا بال کلان اسفنویده در کنار سفلی ازی
یک بارزه خورمانندی در اینجی وجود داره به نام اسپاین آف اسفنوید یاد میشه که از این بارزه یک تعداد الیاف تنسور ویلی پلاتین یکی از عضلات سافت پلات به نام تنسور ویلی پلاتین یک تعداد الیافی رو در کنار اونزی همه اسپاین ارتکاز میکنن. و دیگه ای که در قسمت بین دو صفحه اونسی و صفحه وحشی پتریگوید پروسس در محل منشای جایی که شروع میشه این میدل پلیت از شروع میشه یک مسافه وجود داره در اینجا یک مسافه وجود داره که عضله که این به نام اسکافوید فوسا یاد میکنم اسکافوید فوسا یا فرورفتگی یا حفره قایق یا کشتی مانند در عضله تنسور ویلی پلاتین که گفتیم در همین قسمت ارتکاز میکنه. یک تعداد الیافی میام روی اسپاین، یک تعداد الیافی و اکثریت الیافی در این قسمت ارتکاز دارن. خب ما در استخوان اسفنوئید دیگه نقشی نمیبینیم، خود میدل پلیت بود که هومولوسی داشت دو نقشش تک در این قسمت و دیگه یک مسافه اسکافوید فوسا داشت به خود اسپاین. این سه ساختمان عمده اسفنوئید بودن که در جوف دهان با عناصری که با جوف دهان بودن ارتباط داشت. بعد قسمت تمپورال بون میبینیم، این ساختمان های سبز رنگ که گفتیم به شکل جوره یا دوگانگی دو تا یک سمت راست و یک سمت چپ یک تعداد زیاد از عضلات سافت پلات و عضلات زبان بروی همه استخوان تمپورال ارتکاز میکنن، هرچند از جوف دهان دوره تمپورال ولی ارتباط داره با عضلات سافت پلات و عضلات زبان، طوری که اکثر عضلات زبان بالای استایلوید پروسس یک بارزه نیزه مانندی داره به نام استایلوید پروسس. اکثر عضلات زبان میان روی همین بارزه ارتکاز میکنن و عضلات سافت پلات به وجه سفلی از این قسمت پتروسپورت یعنی این پتروسپورت استخوان تمپورال به همی کنار سفلی پتروسپورت استخوان تمپورال ارتکاز میکنن. خوب از طرف دیگه از یک طرف اسایلوید پروسس یعنی بارزه نیزه مانند عضلات زبان رو از ارتکاز میکردن و از طرف دیگه به طرف استخوان هیوئید متوجهی به طرف لیزر هورن هیوئید متوجهه و بین از اینا استایلوید پروسس و لیزر هورن هیوئید یک لگامنت به نام استایلو هیوئید لگامنت وصل شده به نام استایلو هیوئید لگامنت وصل شده. همچنین در همین قسمت استخوان تمپورال یک مسافه مثلثی شکلیه که این درشته یعنی رفینگ درشته به جای اتچمنت جایی که عضله لواتور ویلی پلاتین به اینجی اتچمنت یا ارتکاز میکنه که همین موقعیت از این که اگه ما ببینیم در قسمت قدام و اونسی همین کانال کاروتید کاناله جایی که انترنال کاروتید آرتری از اینجی داخل میشه داخل قف میره در اونسی و قدام کانال کاروتید قرار داره. خب از استخوان تمپورال ما دیگه گپ نداریم، فقط پتروسپورتی بود که عضلات سافت پلات وصل می شدن و یکی از جمله عضلات سافت پلات لواتور ویلی پلاتین بود که به این قسمت وصل می شد و یکی دیگه استایلوید پروسس هزی بود که عضلات زبان وصل می شد و یک لگامنتی هم بین هیوئید و ای به قرار داشته. خب از قسمت تمپورال هم خلاص می شیم. در همین یک ما نگاه کنیم کانال اوساخیانتیوب در قسمت آناتومی گوش انشالله که بیدار شما هست در قسمت آناتومی گوش متوسط گفتی بودین یک کانالیه به نام اوساخیانتیوب یا فرنگو تیمپانیک تیوب که این کانال از دو قسمت استخوانی که در طرف گوش بود و قسمت غضروفی که به طرف نیه نزوفرنکس میایه این ادامه داشت. این تیوب یا این کانال یک قسمت از این به شکل غضروفیه که هرچند با جوف دهان ارتباط نداره و با عناصری که از جوف دهان میان ارتباط نداره
ولی در بین این عناصر قرار گرفته، در بین این عناصر قرار گرفته، طوری که این ظروف در این طرف از این عضله تنسور ویلی پلاتین ارتکاز میکرد. و این قسمت دیگه از این هم که در این سمت هم اسپاین اسفنوید قرار داشت، یعنی خود ای بین اسپاین اسفنوید و محل ارتکاز تنسور ویلی پلاتین قرار گرفته، هرچند عضله تنسور ویلی پلاتین یک قسمت الیافی به این قسمت و یک قسمت الیاف روی اسپاین اسفنوید ارتکاز میکردن و ای در مابین از اینا قرار گرفته. پس ای هم یک نقش در جوف دهان داره. یک از استخوانهای تاقی که داریم استخوان مندیبله، استخوان مندیبل یا مندیبولا. استخوان مندیبولا طوریه که دو نیمه و در سرخط وسط با هم یک جا میشن، یک قسمت به نام مندیبولر سینفیسیت یاد میکنن، محل یک جا شدن هر دو قسمت مندیبولا به نام مندیبولر سینفیسیس یاد میکنن. در قسمت داخل رحموسیو، این رحموسیونه و این بادیونه، در داخل رحموسیو یک سوراخی به نام مندیبولر فرامین یاد میکنن، مندیبولر فرامین که از طریق همین فرامین اویه و عصب انفریور الویولر وارد کانال مندیبولر میشه. خب از استخوان مندیبول یا مندیبل یا مندیبولا دیگه بس نمی کنیم، استخوان هیوئید میبینیم. استخوان هیوئید شکل حرف یور داره، یک استخوان کوچکه شکل حرف یور داره، یک بادی در سرخط وسط داره، دو تا شاخ یا دو تا هورن داره، یک شاخ کلان یا گریت هورن، یک شاخ کوچک یا لیزر هورن داره. این نقش عمده هم در قسمت جوف دهان و نیه بلومی داره، به خاطر که در قسمت خلف از این بلومه و در قسمت سفلی از این حنجره، یعنی یک ساختمانی که بین دهان، بلوم و حنجره واقع شده. به خاطر که درس ما امروز طولانی نشه، درس در همین قسمت بس میکنیم. جدارهای جوف دهانه روز بعدی انشاءالله خود شما مطالعه میکنیم. تا روز دیگه و جلسه بعدی که ادامه درس خود شما مطالعه کنیم، شما رو خداوند یگانه میسپاریم.